ارتباطه؟ مستقیم. درود بر شما بینندگان عزیز شبکه تلویزیون ITC. میدونم که چهارشنبه دیگر رسید و دوباره با شما هستیم، با شما بینندگان عزیز، با برنامه آنچه باید در مورد اعتیاد بدونیم. همونطور که میدونید کارشناس عزیز برنامه ما خانم دکتر نوشین خستگانان هستن که پزشک و مشاور رسمی اعتیاد در کانادا هستش. سلام عرض میکنم خانم دکتر، ممنون هستیم از شما با توجه به اینکه فیدبک و در واقع نقطه نظرات بینندگان عزیزمون هم این رو در واقع اشاره میکرد که خیلی برنامه شما آموزنده هست و ما ممنون هستیم که این برنامه آموزشی رو در خدمت بیننده‌های عزیز و هموطنان عزیزمون هستیم. متشکرم، عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین بینندگان محترم شبکه تلویزیونی ITC. در خدمتتون هستم با یه مبحث دیگه از ممنون خانم دکتر. میدونم که دفعه قبل ما اشاره کردیم با توجه به اینکه این بحث بحث بسیار داغ، شایع و شایع دنیای امروز ما هست، ما راجع به این صحبت کردیم برنامه گذشته که چگونه اعتیاد به وجود میاد. بله. و بحث دیگه‌مون در مورد نوجوانان و اعتیاد بود. بله. با توجه به اینی که من میدونم بحث امروز رو در برنامه گذشته با هم صحبت کردیم راجع به اعتیاد به اینترنت هستش. بله. که میدونیم که با توجه به پیشرفت تکنولوژی یکی از مسائل و بیماری هایی رو که الان دنیای امروز باش مواجه هستش همین بحث اعتیاد به اینترنت هستش که بیماری های بسیار جسمی و روحی و ساید افکت هایی که خودتون بهتر متخصص هستید حتما به اون اشاره خواهید کرد به وجود اومده و بزرگترین معضل نسل امروز ما هستش. در واقع به شمار میاد. درسته. ولی ممنون میشم که فقط اینم اشاره بفرمایید. میدونم که بحث بسیار عالی داشت خواهیم داشت در خدمت بیننده های عزیزمون که شما چرا به عنوان انواع اعتیاد که قرار بود صحبت بکنید اولین اعتیاد رو اعتیاد اینترنت انتخاب کردید. عرضم به حضور شما شاید علتش این باشه که همونطور که شما اشاره فرمودین عصر ما عصر تکنولوژی هست. بله. یعنی ما روز به روز بیشتر و بیشتر مجبوریم که با کامپیوتر و با دنیای آنلاین در ارتباط باشیم. بله. چه حرفمون مرتبط باشه چه در یک حرفه غیر مرتبط بخوایم کار بکنیم، این جزی از زندگی ما شده. این در حقیقت کامپیوتر انگار که عصای دست ما باشه. بله. و ما نمیتونیم یک زندگی رو در حال حاضر بدون آنلاین شدن، بدون اینترنت، بدون کامپیوتر تصور بکنیم. بنابراین یک مسئله همینی که شما اشاره کردین، فرمودین، این داره همینطور گسترش پیدا میکنه و با گسترش استفاده و کاربرد کامپیوتر تو جهان امروز قطعا بیماری ها و اعتیاد های مرتبط با اون و مسائل مرتبط با اون هم افزایش پیدا میکنه، به طوری که ما میدونیم این یکی از مسائل شایع امروز در دنیای ما هست که بیشتر والدین دل مشغولی این مسئله رو دارن که احساس میکنن نوجوانانشون وقت زیادی رو دارن صرف بازی های کامپیوتری میکنن یا صرف کامپیوتر میکنن، یا خیلی از زن و شوهرها الان این مشکل رو دارن که احساس میکنن که طرف مقابلشون بیشتر از اون وقتی که باید تو خانواده صرف بکنه داره پای کامپیوتر با SMS یا با ارتباط یا سایت های مختلف داره صرف میکنه. یعنی منظورتون این است که این باعث جدایی شده در واقع از اینکه اگه به فاز اعتیاد بره بیماریه. و یه علت دیگه انتخاب اعتیاد به اینترنت هم این بوده که این یک اختلال جدیده، یعنی اعتیاد به مواد مخدر یا الکل اینا سابقه طولانی دارن و تقریبا برای چه عوام، برای جمعیت عمومی مردم و چه برای متخصصان شناخته شده است. هزاران هزار تحقیق روش انجام شده و نتایج خیلی خوبی گرفتن، متوجه راهکارهای درمانیش کشف شده، ولی این اختلال به اینترنت بسیار جدیده، بسیار نوپاست و ما هنوز خیلی راه داریم تا اونو به ابعاد مختلف اون مسلط بشیم، بشناسیم راه درمانش رو، راه تشخیصش رو، تعریفش رو. بنابراین یک حساسیت های خاص خودش رو داره. حتی من میتونم اینطور بگم که اولین بار در به طور رسمی از 1996 یعنی 23 سال پیش اومدن و تحقیق کردن، یک بررسی بزرگ انجام دادن در مورد اعتیاد به اینترنت که 600 نفر رو که احساس میکردن ساعت زیادی رو با اینترنت کار میکنن و در واقع یه جورای استفاده مشکل زاب با اینترنت دارن، اونا رو اومدن مورد بررسی قرار دادن و به این نتیجه رسیدن که این افراد خیلی علائمشون شبیه اعتیاد به قماره. اعتیاد به قماری درست همون یه تفاوت های کوچیکی دارن. بله. یک تفاوت های کوچیکی دارن ولی به هر حال در دسته اعتیادها قرار میگیره و اینو وارد زمینه تشخیصی روانپزشکی، اختلالات روانپزشکی کردن به عنوان یک اختلال روانپزشکی. بنابراین
خیلی جدیده، خیلی نوپاه، خیلی مهمه، خیلی حساسه. به این دلیل من این رو به عنوان اولین موردی که خواستم از چند تا موردی که میخوام توضیحات بیشتری در موردشون به صورت اختصاصی بدم انتخاب کردم. خیلی ممنون. همونطور که گفتیم خانم دکتر، چون اون تئزای دیگه یه چیزایی هستش قدیمی، ریسرچ های زیادی شده و منابع بسیار زیادی هست برای اینکه به هر حال پیشگیری و درمان و یا شناخت و اینا هستش، ولی این به قول شما چون یک موضوع بسیار جدیدی هستش الان نگرانی های خیلی زیادی در بر میگیره. ممنون هستی و خواهش می‌کنم. ضمن اینکه تعریفش همون تعریف اعتیاد کلاسیکه، یعنی اینکه فرد علیرغم اینکه می‌بینه مشکلات زیادی از نظر روحی، روانی، جسمی، مالی، معنوی پیدا می‌کنه، ولی همچنان اولویتش وقت گذاشتن برای همون رفتارشه. و در اینجا در این مورد منظورم اینترنت و کامپیوتره و علیرغم تمام این مشکلات باز هم وقت زیادی رو صرف کامپیوتر میکنه و وقتی که اوائل وقتی استفاده میکنه بهش لذت میده و حال خوش سرخوشی پیدا میکنه، ولی بعد کم کم به جایی میرسه که یعنی از این نقطه اعتیاد شروع میشه که دیگه به خاطر لذت نیست که استفاده میکنه، برای اینه که وقتی که قطع میکنه دچار اضطراب میشه، کلافگی میشه، نمیدونه چیکار کنه، وقتش رو بگذاریم بیقرار میشه. این آشفتگی حالشو چون نمیخواد ایجاد بکنه، پرهیز بکنه، رو به سمت کامپیوتر میره و این نقطه هست که اعتیاد شروع میشه. یعنی در واقع عوارضش نشون داده. بله، در واقع زمانی که دیگه عوارضش شروع شده. ولی ما به طور کلی برای اینکه این یک مسئله خیلی مهم الان اینه که ما بتونیم تشخیص بدیم مرز بین استفاده طبیعی و نرمال از کامپیوتر با اعتیاد به اینترنت کجاست. چون گفتم ما تمام زندگیمون الان آمیخته با کامپیوتره. تا کجا ما میتونیم بگیم که طبیعیه و از کجا اینترنت، اعتیاد به اینترنت معنی پیدا میکنه؟ این خب راههای تشخیصش به چند طریق هست. یکی از طریق علائم هست، ما علائم رو شرحال میگیریم، چک میکنیم. دوم این که تست استانداردی برای همین کار ساخته شده که میتونیم از اون تست استفاده کنیم که بر اساس اون تست ببینیم که آیا مایلد، مودریت یا سیویر وابستگی به اینترنت، اعتیاد به اینترنت وجود داره یا نه. ضمن این که یک مسئله مهم دیگه این هستش که خیلی اوقات افراد که حتی خودشون مراجعه میکنن به برای درمان، شکایت اول اولیه‌شون این نیستش که ما اعتیاد به اینترنت داریم، هرچند که داشته باشن و فکر نمی‌کنن که اون اعتیاد باشه، چون یا اونو به طور عمدن یا سهواً کوچکتر از اون مشکل رو کوچکتر از اونی که هست می‌بینن. در اینجا ممکنه بیام بگم ما اضطراب داریم، بگم ما افسردگی داریم، وسواس داریم، با شکایت دیگه این مراجعه کنن. بنابراین خیلی مهمه که متخصصا بدونن که باید از چه راهکارهایی به چه نکاتی توجه بکنن که اعتیاد به اینترنت رو تشخیص بدن. حالا علائمش رو من به طور کلی خدمتتون بگم. علائم اعتیاد به اینترنت چیه؟ اولین و مهمترین علامت اینه که سیکل خوابشون به هم میخوره. یعنی زمان زیادی رو در شب ممکنه بیدار بمونن، همچنان پای کامپیوتر و دارن با اینترنت ور میرن. و به همین دلیل خیلی ممکنه قرص کافئین بخورن یا کافئین استفاده کنن که خوابشون نبره و بیدار بمونن و همچنان و درجه چون شب نمیتونن بخوابن، صبحم یا بیدار نمیشن یا دیر میرسن سر کار، یا به کارشون نمیرسن یا به درسشون نمیرسن. بسیار خسته هستن و خستگی دقیقاً خستگی مزمن، تغذیه نامناسب، اگه برنامه ورزشی داشتن برنامه ورزشیشون رو حذف میکنن، فعالیت‌های اجتماعیشون رو حذف میکنن، روابط خانوادگیشون آسیب میبینه. و شاه کلید علائم اعتیاد به اینترنت در واقع همون افت عملکرد اجتماعیشونه. یعنی اگه محصل در درسش عقب میفته و شکست میخوره، اگر سر کار میره در شغلش متاسفانه با مشکل روبرو میشه، حتی ممکنه اخراج بشه، یا اگه همسری داره بله روابط فامیلیشون، روابط زناییشون به هم میخوره. بنابراین بیشتر اوقات متاسفانه زمانی مراجعه میکنن به درمانگر یا به مشاور که دیگه به اون اوج مشکلات رسیدن و یک اثر تخریبی در زندگیشون باقی گذاشته. در کنار این علائم که عرض کردم خدمتون، تستی هستش که ما تست رو هم میگیریم، سرجم میتونیم به این نتیجه برسیم، یعنی مشاور میتونیم به این نتیجه برسه که اعتیاد به اینترنت وجود داره یا نه. یعنی با این علائم هست که ما میفهمیم که آیا اون استفاده‌ای که فرد میگه که من از کامپیوتر میکنم، معمولا همون مقدار رو ساعت رو مخفی میکنه و کمتر نشون میده، آیا واقعا اون اعتیاد هست یا یک
استفاده نرمال تایم استانداردی وجود داره برای اینکه وقتی شما استفاده از مثلا کامپیوتر اینترنت میکنید چند ساعت در روز به صورت استاندارد و به صورت طبیعی هست نرماله و به غیر از اون میشه تاکید محققین اینه که ما نمیتونیم بر اساس ساعت بگیم به خاطر اینکه همون گفتم به خاطر اینکه خیلی از حرفه ها ممکنه درگیر باشه با کامپیوتر ولی تاکیدشون بر اینه که ما خیلی بر اساس ساعت این اعتیاد رو تعریف نمیکنیم ولی معمولا کسانی که اعتیاد به اینترنت دارن بین 40 تا 80 ساعت در هفته وقت میذارن ولی گفتم شاه علامت اعتیاد به اینترنت افت عملکرد اجتماعیه و شب زنده داری شب زنده داری که به علت همون افت عملکرد یعنی اگر دانش آموز عقب افتاده درسش رو فیل شده یا از مدرسه از اون ترم موفق نشده که بگذره یا اینکه اگه سر کار میرن اخراج میشن مشکل با رئیسشون پیدا میکنن و این شاه علامت اعتیاد به اینترنت که ما میفهمیم که این فرد دیگه اعتیاد پیدا کرده. بله. بعد یک سری ریس فاکتور داریم. ریس فاکتورها به ما کمک میکنن باز هم برای تشخیص. یعنی ما حواسمون جمع میشه که وقتی کسی این ریس فاکتورها رو داره، برای من احتمال خطر درگیر شدن با اعتیاد به اینترنت در اون فرد بیشتره. باز هم البته مثل همون تعریف اعتیاد که روز اول ما گفتیم، اینا هیچ کدوم قطعی و 100% نیست و این ریس فاکتورها رو هم کنار هم بذاریم، اینا فقط شانس درگیری رو بیشتر میکنن. ولی اگه همشون رو هم بذاریم، بازم علت اصلی هنوز شناخته شده نیست. از این عوامل، این ریس فاکتورها رو دسته‌بندی کردم به عوامل سوشیال، بیولوژیکال و سایکولوژیکال، یعنی روانشناختی. سوشیالش که همون اجتماعی میشه، کسانی هستن که در جمع بودن، ارتباطات جمعی برقرار کردن، ارتباط با دیگران برقرار کردن، فیس تو فیس صحبت کردن مشکل دارن و ضعف این مهارت رو دارن. یعنی آدمای گوشه‌گیر بیشتر به این اعتیاد اینترنت مساعد کسانی که تو جمع بودن براشون سخت، استراب آوره، قطعا این افراد اعتماد به نفس پایین تری دارن و یا ممکنه احساس خود کم ارزشی داشته باشن و این افراد در اینترنت در فضای مجازی یک مجالی برای عرصه پیدا میکنن. بله. یعنی یک جورای انگار اونجا میتونن بهتر خودشونو بهتر میتونن دوستیابی بکنن، میتونن وارد اون اجتماع بشن، وارد اون فضا بشن و یا حتی از خودشون یه شخصیت‌های کاذب و خیالی درست کنن، اون چیزی که رویاشونه، دوست دارن شجاع به نظر برسن، بله، اون باشن و واقعا اون نیستن. و این متاسفانه به جای اینکه این افراد با استرس هاشون با مشکلاتشون روبرو بشن و راه حلی براشون پیدا کنن، در واقع یه جورای خودشونو پناه میگیرن پشت اینترنت و خودشون قایم میکنن و به قول شما اون چیزی که نیستن و میخوان اون چیزی که آمال آرزوهاشون هست اونو نشون بدن. دقیقاً. و حالا جنبه های دیگه هم داره غیر از این ضعف های اجتماعی بودن که در این افراد دیده میشه. ممکنه کسانی که خانواده حامی ندارن یا کلن دوربرشون خلوت و لخت و عوره، اونایی که خیلی اجتماع حمایتگری ندارن، دقیقاً اونایی که تنها هستن، اونها هم خیلی پناه میبرن به اینترنت و خیلی درگیر آنلاین شدن و سایت های مختلف میشن. یا کسانی که در زندگی زناشوییشون موفق نیستن، با همسرشون مشکل دارن، خیلی اوقات اینا میرن درگیر خیانت‌های آنلاین میشن با یه نفر یا با چند نفر، رمانتیک یا سکسی. و حالا نکته حساسش که نگیم، حالا نکته خوبش، یه نکته قابل توجهش اینه که الزاماً هم اینجوری نیست که کسانی که وارد ارتباطات خیانت آنلاین میشن الزاماً همسرشون یا با خانواده‌شون مشکل داشته باشن. حتی دیده شده کسانی که خانواده خیلی با ثباتی دارن، ازدواج‌های موفقی هم دارن، درگیر این اعتیاد آنلاین شدن و این شاید به خاطر اون همون عواملیه که ما نمی‌شناسیم یا جنبه‌های دیگر، ریسک فاکتورهای دیگه‌ایه که اون فرد ممکنه داشته باشه. بله. و یه چیزی رو بگم خدمتتون، دنیای مجازی جذابیت‌های خاصی داره، یک فضای واقعا یونیکیه، یعنی یک فضاییه که ما قبل از این در سال‌های دهه‌های قبل همچین چیزی رو انسان تجربه نکرده بود. با مطالعاتی که روی SMS انجام شده دیدن SMS در واقع نه از جنس نوشتاره نه از جنس گفتاره، در واقع به لمس بیشتر نزدیکه. مفهومش اینه که وقتی کسی برای
شما یه تکست پیام، یک پیام محبت آمیز یا عاشقانه میفرسته، انگار داره شما رو نوازش میکنه. یعنی حالت تاج لمس، دقیقاً یعنی از جنس لمسه. به این دلیل یک نوع ارتباطات خاصی رو در اس ام اس یا در ارتباطات آنلاین به وجود میاد. و یک مشخصه دیگه اینه که محدود به زمان و مکان نیست، یعنی شما در هر زمانی در هر مکانی میتونید این ارتباط رو برقرار، حتی اگر یک طرفه باشه. یعنی الزاما مثل تلفن نیست که شما زنگ بزنید اگر اون گوشی رو برنداشت ارتباط به وجود نیاد. شما میتونید در نتیجه کسانی که تنش خیلی بالا دارن ایمپالسی و این دیگه براشون یعنی سمه، چون هر زمانی که تنششون میره بالا و ایمپالس اینو دارن که این کار رو بکنن و یه پیام بفرستن یا وارد یه سایتی بشن، میشن. ممانعتی براشون وجود نداره، نه زمان نه مکان، هیچ چیز مانع اینها نمیشه. و این خودش این رفتار ایمپالسی به اونها رو تشدید میکنه. در نتیجه در این حال که یک دنیای پر رمز و رازی هست و شاید دنیای جالبی باشه، در این حال هم این خطرات رو داره برای کسانی که این نقطه ضعف ها رو دارن. در واقع یه جورایی یه عرصه‌ای برای بدتر شدن و پیشرفت بیماریشون میشه، اختلالشون میشه. حالا از این مبحث ریس فاکتورهای سوشیال که بگذریم، میرسیم به ریس فاکتورهای روانشناختی یا سایکولوژیکال. اینا دو دسته میشن. از نظر سایکولوژیکال کسانی که به اینترنت اعتیاد پیدا میکنن دو دسته هستن، یا دوال دایگنوستن، یعنی که بیماری چندگانه یا دوگانه دارن، یعنی همزمان با اعتیاد به اینترنت یه چیز دیگه یا اعتیاد دارن یا بیماری های روانپزشکی دیگه دارن. ممکنه بایپولار باشن، ممکنه افسردگی داشته باشن، استراب داشته باشن، بیماری های همراه دارن، یعنی فقط اعتیاد به اینترنت نیست. و نتونستن دانشمندان اینو متوجه بشن که تقدم و تأخر اینها به چه صورته. یعنی اون شخص اول افسرده بوده، بعد دچار اعتیاد به اینترنت شده، یا برعکس بوده، چون هر دو جورش مفهوم داره. یعنی کسی که افسرده است ممکنه به خاطر یا مضطربه به خاطر کم کردن استرابش یا حالت افسردگیش ممکنه رو به اینترنت بیاره و استفاده کنه، آنلاین بشه، یا برعکس. یا مثلا کسانی که اعتیاد جنسی دارن ممکنه اینترنت رو به عنوان یک سورس جدیدی ببینن، برای اینکه میتونن بدون اینکه به کلوپ‌های ویژه برن یا بدون اینکه حضور فیزیکی داشته باشن ارتباطات جنسی برقرار کنن. یا کسی که قمار میکنه، قمار، اعتیاد به قمار داره، میتونه به صورت آنلاین قمار بکنه. بنابراین اینا همه با هم دیگه همراهی پیدا میکنن و یک پدیده بسیار کمپلکسی میشه که به تمام جنبه های اون باید توجه بشه. و یه مسئله دیگه هم اینه که خیلی اوقات افرادی که اعتیاد دارن به الکل، مواد، دراگ، اینا فکر میکنن که خب ما بیایم اعتیادمونو خودمونو با این مشغول کنیم، وقتمونو پر کنیم، حواسمونو پرت کنیم و این یه اعتیاد، اگر هم اعتیاد باشه اعتیاد بی خطره، چون چیزی که وارد بدنمون نمیشه، به ما آسیبی نمیزنه. غافل از این که اونها اون علائم خماری ناشی از قطع اون ماده مخدر یا الکل رو نمیتونن باهاش کنار بیان و دیل بکنن. در نتیجه به خاطر همون علائم جسمی و ویدراوال دوباره برمیگردن به اون، یعنی در این حال که دوباره مجبور میشن به اون اعتیاد برگردن، الان اینجا یه اعتیاد جدیدی هم به اعتیادشون اضافه میشه و راه حل نیست. یعنی هر جور که شما هر جور به این قضیه نگاه کنین، اینقدر این افراد در استرس های مختلف قرار میگیرن و به جای اینکه به دنبال راه حل درستش برن، خودشون با این خود درمانی بیشتر بر مشکلات خودشون اضافه میکنن. ضمن اینکه خب وقتی اعتیاد به اینترنت وجود داشته باشه، فرد در به مرور زمان عملکرد اجتماعیش از دست میده و منزوی میشه و این خودش باعث افسردگی و استراب بیشترش میشه، یا اگر استراب و افسردگی داشته اون تشدید میکنه. بله. عوامل بیولوژیک خیلی شناخته شده نیست و اونایی هم که شناخته شده هستن، یعنی اعلام شده، شاید قابل استناد خیلی نباشه چون مطالعاتش محدوده. مثلا در یک موردی دانشجوهای کالج رو برداشتن FMRI کردن، یعنی که MRI که فانکشنال هست، در حالی که اونا داشتن آنلاین بودن و داشتن بازی میکردن یا وارد سایتی شده بودن، اومدن از عملکرد مغزشون عکس برداری کردن و متوجه شدن که کسانی که اعتیاد به اینترنت داشتن عملکرد مغزشون ضعیف‌تر بود، پروسسینگ اینفورمیشن ها در اونها ضعیف‌تر بود، عملکرد مغزشون کمتر بود. ولی بازم این قابل استناد نیست، به این دلیل که اولا نمونه فقط
دانشجویان کالج بودن و نمون از افراد مختلف نبود و عده هم کم بود. بنابراین هنوز خیلی اونا نوپا هست و هنوز راه داره برای اینکه مطالعات بیشتری انجام بشه و ببینیم واقعا آیا در مغز و در جسم افرادی که اعتیاد به اینترنت دارن با افراد عادی تفاوت‌های وجود داره یا نه. و ما غیر از اینکه این ریس فاکتورها رو داریم و دیدیم که در این افراد شایع تر هست، یک سری تئوری هایی هم بیان شده، هنوز قطعی نیستن ولی یک نظریه هایی هستن برای اینکه چطور میشه که حالا یک فردی که یک مشکلی داره، مثلا افسردگی داره یا اضطراب داره، چطور میشه که این تبدیل به اعتیاد به اینترنت میشه. نمیدونم ما وقت داریم صحبت کنیم. ما 2 دقیقه دیگه مونده به پایان برنامه‌مون. حالا یه مقدار جمع‌بندی فقط برای این موضوع که الان شما باز کردیم که یک به قول معروف فقط من اینو میتونم خدمتتون بگم که اعتیاد به اینترنت که شامل همه موارد میشه، هم یک اعتیاد عام داریم هم یک اعتیاد خاص داریم. اعتیاد عام یعنی کلن اهل رفتن تو آنلاین شدن و سایت به سایت گشتن و اینا، مسیج دادن و اینا باشن. اعتیاد خاص به این میشه که یعنی یا به قمار یا به خرید یا به سکس یا به بازی کامپیوتری به یه چیز خاصی درگیر باشن. ولی توضیحات بیشترشو من فکر میکنم باید دوباره بزنیم برای هفته بعد که هم اگه تونستیم به درمانشون هم بپردازیم. خیلی متشکرم خانم دکتر، ممنون از واقعا بحثای آموزنده شما. بیننده‌های عزیزمون، این برنامه رو چهارشنبه ها ساعت 9 شب و سه‌شنبه ها ساعت 8:30 شب از تلویزیون ITC میتونید دنبال بکنید. در خدمتتون هستیم. میتونید به خانم دکتر اگر سوالی دارید تماس بگیرید، ایمیلشون هست، میتونید ایمیل بزنید و بهترین کار من فکر می‌کنم تماس تلفنی باشه. بله با شما. من در خدمتتونم. مرسی از شما بیننده‌های عزیز، تا هفته بعد خدا نگهدارتون. ارتباط مستقیم.